بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام من و همکارانم در شبکه امام حسین علیه السلام رو پذیرا باشید. خدا رو شاکریم از اینکه به ما این توفیق رو داد تا مجدداً با برنامه دیگه در خدمت شما باشیم، با برنامه بینات، موضوع سقیفه از نگاهی دیگر، به کارشناسی کارشناس محترم برنامه که معرف حضور همه شما بینندگان عزیز هست، آیت الله موسوی زنجانی. حاج آقا سلام عرض میکنم خدمت شما و وقت شما بخیر. علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم سلام عرض میکنم محضر حضرت عالی و محضر همه بینندگان عزیز ارجمند. زنش خدا حفظ دوستانی که زحمت میکشه. خدا حفظ بکنه. خب آقا ما تو این شبها که افتخار داریم در خدمت شما هستیم و از بیانات جناب عالی استفاده میکنیم و تحقیقات ارزنده‌ای که در این زمینه انجام دادید، راجع به بحث سقیفه از نگاه دیگر داریم صحبت میکنیم و در برنامه قبل هم همونطور که مستحضر هستید و بینندگان عزیز هم خاطرشون هست، حتما راجع به کودتای سقیفه بر علیه قرآن صحبت کردیم که قرآن به گفته وهابیا به صورت حالا خورد خورد که نازل میشد، به صورت 5 آیه 5 آیه یا 10 آیه 10 آیه برای مردم ابلاغ میشد. پیامبر به تقریبا 12 نفر اون رو ابلاغ میکردن، با تفسیر که بعدها توسط عمر احادیث پیامبر حذف شد و توسط عثمان هم حواشی و تفسیرهایی که پیامبر به دیگران آموزش داده بودن هست شد و فقط همین خود آیات قرآن برای ما باقی موند. و بعد از اون هم به موضوعات دیگری پرداختیم که ابعاد کودتای سقیفه رو بیشتر مشخص میکرد. امروز انشاءالله برای ما چی دارید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان کلی بحث، نه عنوانی که تتر حساب میشه، بله، اینه که ما بیان کنیم مستندن به متون اهل سنت در سقیفه، خروجی سقیفه شاهد شد به محتوای سقیفه. دقیقا که پس از سقیفه خدای تعریف شده در قرآن رفت کنار، خدای تعریف شده در تورات آمد به میان. بله. دو، قرآنی که خود قرآن می‌فرماید که خدا فرموده من حافظ او هستم، امکان تحریف نیست. عمر، ابو موسی اشعری و ده‌ها نفر از پیروانشون این همه مطلب آوردن که آقا قرآن تحریف شده، آیه هایی بوده، سوره هایی بوده، حتی احزاب، سوره احزاب به اندازه بقره بوده، از بین رفته. خب قرآن هم چی؟ آقایان آمدن گفتن که قرآن هم اینچونین، یعنی در حقیقت هم مفهوم خدا هم اعتبار قرآن. سپس گفتن رسول خدا در بیان خود قرآن رسوله، کلام او کلام بشریست، لذا نمی شود حرف پیغمبر را جز دین حساب کرد. آقا انسانه، هر وقت گفت آیه آوردم نوکرش هست، این حرف عمره. بله. و اگر حرف زد حرفش اسلام نیست، روزی عصبانیه، روزی شاده، روزی ممکنه شوخی بکنه، نمیشه حرفایشون رو، هر حرفش دین نیست. این هم اصل بابلی تلموده، اصل فلسطینی هم داره، صحبت های شفاهی موسی دین نیست. یه همچین تعریفی دارم برای اجازه بدید خواهش میکنم. نسخه ایست از تلمود به جای بهار الانوار یهودی هاست. بهار الانوار ما چیه؟ سنت پیغمبره، روایات اهل بیتی که از پیغمبر گرفته. تلمود هم مثل بهار الانوار اونهاست، مثلا کتاب سنن بیهقی، صحیح بخاری، کنز المال اونهاست. تلمود دو نسخه است، یکی بابلی یکی فلسطینی. در هر دو این عبارت آمده، آنچه که موسی گفت خدا گفت، این میشه تورات. بله. و هرچه خودش حرف زد، ما مشفلانی تفاوتی نداره، کوچه و خیابان این همه جمعیت میرن، با پیغمبر تفاوتی نداره. پس با احتساب این مطلب که شما میفرمایید در مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، بحث سنت پیامبر کاملا از بین ملغا و به همین دلیل، درود بر شما، به همین دلیل ابوبکر عمر که به قدرت رسیدن سنت رو آتش دادن،
عثمان که به قدرت رسید نه تنها حاشیه، توجه کنید، بله، از 12 نسخه قرآن 10 نسخه را کل قرآن را هم آتش دادن، نه تنها حاشیه، اونم به اعتراف کل علمای اهل سنت، یک نفر نیست بگه نه. فرمایان این برنامه در دنیا پخش می آنتن جهانی دیگه این شبکه امام حسین، یعنی برای خود قرآن هم هیچ احترامی قائل نشد. همین در جلسات قبل عرض کردم، ای عثمان تو چرا قرآن را، این قرآن های دهگانه را که با تفسیر رسول خدا و املای رسول خدا نوشته شده بود را چرا زیر خاک اقلا دفن نکردی؟ بله. چرا به آب ندادی؟ به احترام کلام خدا لا اقل. چرا آتش دادی؟ حد که حرمت نیست؟ خب پس گفتیم آیا عذر بخوام، من فقط عذر بخوام قد بخوام، همین این مطلب آتش زدن رو، یعنی خود اهل سقیفه داخل کتابای خودشون دارن این مطلب رو به همین اصلا متواتره، یعنی اصلا مختلف هم فیه نیست. من میخوام ببینم پس چجور در مورد چیزی بگم راجع به موضوع چیزی بگم. سوالتون خوبه، به احترام سوالت به این نکته دقت کن. آقای طه حسین یکی از علمای مصر، بله، روشن فکر هم هست، کتابی نوشته به نام الفتنه الکبرى، گفته به نظرم کار خوبی نکرده. گفتم عجب شق القمر کردی، خسته نباشد واقعا. یعنی این آقایی که اومدن قرآن رو آتش زدن، حالا شخصی که اومد و قرآن رو آتش زد، عجب صدایی در جهان، فریادی در جهان حاصل شد و همه این کار رو محکوم کردن. ولیکن یک همچه اتفاقی که 1400 سال پیش عثمان میاد و قرآن ها رو آتش میزنه، آخرش این آقا میاد میگه، حاشیه میزنه که به نظر من کار خوبی نکرده. واقعا ای کاش مشکل همینجا تمام میشد. عمر به استاندار مصرش که خودش نصب کرده با ظاهرا امر عاص بود اگه اشتباه نکنم، بله، نوش اون نوش استاندار نوش که یا امیرالمومنین عمر، مصر اینجا اسکندریه است، تمدن چندین هزار ساله داره، کشور پر از کتابه، من که جنگیدم زمین و زمان هرچی بود جمع کردم، عالمی از کتابه، میدون همه خطی بود، دنیایی از ارزش داشت مصر، از مصر. گفت که همه را آتش بزن. من نمیگم اینو، در کتابی من نوشتم به نام مذهب سازان بی مذهب، از سیوطی نقل کردم، صاحب درر منصور، بس، از نوابق روزگار اهل سنت انصافا. مثلا الاتقان سیوطی خودش یک انسانی میخواست 50 سال تحقیق بکنه، خود این کتاب درر منصور 50 سال عمر میخواست، ولی این آدم جمع کرده. این آدم با این زبدگی، ایشون صراحتا نوشته است که عمر نوش آقای استاندار من تمام قرآن ها را آتش بزنید. اون بنده خدا من چرا؟ گفت که نوش که اگر مطابق قرآنن، خب قرآن داریم دیگه، اگر دشمن قرآنن باید نابود کرد. اونم قانع شد. حالا چی نوشته؟ 6 ماه تمام، حالا تون قدم میگفتن قدیم ها، تون حمام های یه جای اجاق مانندی داشت که زیر حمام ها بود، نمیدونم شما چی میگفتیم، میگفتن تن حمام، یعنی اجاق، مشعل حمام. 6 ماه حمام های اسکندریه مصر هیزومش کتاب های بشر بود. الله اکبر، این خدمت خطی. حالا بعضی از بزرگان ما هم تلاش کرده به یک هم چیزی نیست. بابا برای چی دفاع میکنی اون واقعیت ها رو که خودش میگه آتش زدیم؟ چرا دفاع میکنی مؤمن؟ چرا سرپوش میسید؟ خب البته ایشون میخواد بگه که آبروی مسلمین میره. اینا که کار مسلمین نیست که، اتفاقا باید بری باشن حالا از این اشخاص. خب، که اسلام رو حفظ بکنن. خب حالا بحثمان این شد، بل، ما خروجی های سقیفه را بررسی کردیم، یک کل تورات را این حقیر بررسی کرد و کل قرآن را، بله، دیدیم خدای وهابیون دقیقاً خدای توراتی اسرائیلی است. این رد شدیم. دو، این که قرآن را بررسی کردیم، دیدیم یک واو کم زیاد نشده، کتابشون مملو از کتابهاشون که عمر گفته سوره احزاب از بین رفته، آیات رجب از بین رفته، دو سوره بغل سوره مبارکه قل اعوذ برب الناس فلق بوده از بین رفته، و سوره هایی بوده به اندازه یسبح لله ما فی السماوات ها از بین رفته الی آخر. پس اینم قرآن هم بین. سومی هم این بود که پیغمبر خدا اگر بگه قال رسول الله میشه قرآن،
اما حرف بزنه ده شای ارزش نداره. لذا اگر بگه قال الله میشه قرآن، بله اگر بگه قال الله شد قرآن، حرفی نداره. نوکری حالا میگم اونجا نوکر نبودن، بله. چون قال الله ها را گفتیم تعریف کردن، بله. گفتن تعریف شده. اون وقت اگر رسول خدا حرف بزنه هر چی بگه ده شای ارزش نداره، لذا به خود پیغمبر اسلام خواهم گفت. رفت پیش پیغمبر، پیغمبر مریض بود، همونجا گفت که چیزی بنویسم خودم اظهار نظر کنم تا منحرف نشوید. عمر گفت برای حفظ انحراف، حفظ از انحراف حسبنا کتاب الله، بله حسبنا کتاب الله، بله. نوشته شد یا نوشته نشد؟ نگذاشتن دیگه. این برای این بود پیغمبر میخواست به دنیا ابلاغ کنه اون کسی که دشمنی میخوام اونو معرفی کنم. و ببین دورها دور نشستن، فرض کنید 100 نفر، پیغمبر هم در حال احتضاره، مریضه، بله. درسته، اونم لحظات آخر عمر شریف شونه. من میخوام چیزی بنویسم منحرف نشوید. یه نفر گفت که ما با وجود دورا منحرف نمیشویم. الله اکبر، چه جسارتی. دقت کنید حالا این جمله، این برای چی بود؟ میخواست پیغمبر حرفشو زده بود، قرآن هم تکمیل شده بود، روایات رو هم گفته بود، سنت هم تدوین شده بود، میخواست به دنیا بگه من حرفی میزنم اون که دشمن سنت خودش رو معرفی میکنه. میگن تاکتیک آسمانیه، بله. هیچ کس حرف نزد، من چیزی بنویسم اگر ننویسم منحرف میشوید. گفت آقا انحراف با وجود قرآن معنا نداره، پیغمبرم ننویش به دنیا ثابت کنه گفتم اگر ننویسم منحرف میشوید. ننویشتم هم منحرف شد. و این کسی که مخالفت کرد همون اون باعث انحراف شما شد. خب اینم راجع دشمنی با شخص پیغمبر اسلام. حالا راجع به قرآن میخوایم یک مقداری بگیم، برگردیم اون بند کودتای دوم که مربوط به قرآن هست، بر ضد قرآنه. ببینید این قرآن کریمه، از اول قرآن که بعد از حمد الف لام میم ذالک الکتاب میرسه به آیه 5، اینها متقونه، درسته، ان الذين كفروا، تا میرسه عذاب عظیم، اینم مربوط به کفاره، بله. میشه 7 آیه، من میگفتم 8 آیه، 7 آیه، درست، تمام شد. خطر کفار 2 آیه، برای تمجید از مسلمین 5 آیه، از آیه 8 تا عبارت برسه 20، 8 تا 20 یعنی 7 آیه را بردار، 13 آیه میشه دیگه تقریبا، بله. این 13 آیه گفته است که آخر اوصاف را بیارم، یکی این است که یخادعون الله، ببخشید از اول، و ما هم به مؤمنین، اینا مؤمن نیستن، کسانی هستن نه مؤمنن، یعنی نه متقیان و نه کافر. آیه رو میشه از اولش بخونید. ببینید اولی چی میگم، فضا را که مشخص بشه قشنگ دقیقاً. بله ببینید، ما به خاطر اینکه برنامه‌های قبل را خودمون گفتیم میدونیم مثلا چیه، بله. ممکنه بیننده عزیز بگه آقا نفهمیدم چی شد. بله بله، من رو همین از جانب دیدم که شما حساس به موضوع بینندگان، شما نمایندگی افکار عمومی دارید، باید این کار را بکنید. بالاخره وظیفه ما. یک نفر اول برنامه ندیده، تازه وارد شده، ما می‌خوایم عرض کنیم در قرآن، آغاز قرآن سه دسته را خداوند معرفی کرده. یک، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، اوصاف متقین با 5 آیه مشخص، درود بر شما. خب کافرین چه کسانی هستن؟ 2 آیه مشخص شده در سوره بقره. بعد کل متقون و کافرون چند آیه شد؟ 7 آیه. 7 آیه، بله، خدا معرفی کرد. بعد 13 آیه، نزدیک 2 برابر این دو طایفه، قشری را معرفی کرده، مفسدترین شاخه های بشریست، اما معرفی نکرد، درست. 1400 سال گذشت، احدی حق تفسیر این آیات را نداره. و سوره منافقون را دقت کنید، اینو دقت کنید، چون ممکنه همینجا برای شما کار درست کنه، توضیح بخواید. اون این است که در قرآن غیر مؤمنین و غیر کفار عنوان دیگری هم داریم، بله، 8 عنوانه، سومیش منافقونه، بله، چهارمی فی قلوبهم مرض، کسانی که مرض دارن، از فارسی هم میگن فلانی قرض داره، نه بابا مرض داره، مرض داره، درست، دقت کنید، فی قلوبهم مرضون یا منافقین، این دسته سوم است که قرآن ببین چی میفرماید. یک، و ما هم به مؤمنین، یعنی چه؟ اینها مؤمن نیستن.
عذر میخوام فقط ابتدای آیه رو که اگر و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم بمؤمنین. پس فقط به مجرد اینکه یک کسی بیاد بگه من به خدا ایمان آوردم و یقول آمنا بالله، این لزومند دلیل نمیشه که ایمان وارد قلب اون شده، چون به دست صریح قرآن میگه مهاجرت هم و سوره حجرات هم فرموده که با گفتن آمنا کافی نیست. اعراب میگفتن آمنا، قرآن گفت که نه، لما یدخل ایمان فی قلوبه، قولو چی؟ قولو اسلمنا. اسلمنا. خب و من الناس من یقول آمنا بالله، تیپی سومی وجود داره بین شما، میگن مؤمن به خدا هستیم و مؤمن به آخرت هستیم اما به هیچ کدام ایمان ندارن. یک در تورات یک آیه آخرت نیست. 12063 آیه است که من بررسی کردم، یک بار اشاره به جهنم هم نشده، یک بار اشاره به بهشت هم نشده، یک بار اشاره به محشر هم نشده، در حالی که عین قرآن بود. عجب. تورات موسی علیه السلام که تحریف نشده بود، عین قرآن در این خصوص. دقت بفرما، این را صهیونیستا برداشتن، چون یحب احدهم چقدر لو یعمر الف سنه، اینا دنیا طلبن، صهیونیستا اصلا خواستن آیات را بردارن. خب درست، قرآن میگه تیپ سوم ایمان ندارن نه به خدا، اما میگن ایمان آوردیم. بله دقت کن، رد نشو، ایمان آوردیم چه شدن؟ شدن مسلمان. بله قرآن میگه ها، درست، اینها با گفتن اینکه آمنا وارد جرگه شما شدن ها، ای پیغمبر، اینا صحابنا. احسنت. بله دقت کنید. خب صفت اول را بشمار، و ما هم به مؤمنی. بله یخادعون الله، خدا را میخوان گول بزنن، والذین آمنوا اینها را گول بزنن، اما و ما یخدعون الا چی؟ انفسهم و ما یشعرون، خودشون رو گول زدن. ببینید صفت دومشون، خدا و مؤمنین را میخوان گول بزنن، این صفت چند شد؟ صفت دوم. بله فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، خداوند چی؟ مرض دل. حالا اگر این دو چیز نباشه شکل میشه گفت که خداوند اضافه خواهد کرد، اضافه کرده، یا دعا شکل دعا بشه که خداوند زیادش کنه. بله دقت کنید، ببینید دعا در لفظ خدا بعیده. خب اینم شد چی؟ سه. سوم. بله چهارم، لهم عذاب علیم. خب اینا چیان؟ معذبن در قبال به ماکان یکسی بود. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مسلمون، اگر بگن آقا شما دارید فساد میکنید بیا نام ما مسلمان هستیم. بله اجازه بدید. چندمی میشه؟ خب این تا چهارمی شد، لهم عذاب علیم. علیم دقت کنید. بله لا تفسدوا، و اذا قیل لهم لا تفسدوا قالوا، قالوا کار نداریم، خدا گفته به اینها وقتی بیاید مفسد هستید پس مفسدن، فساد نکنید. مفسدن دقت کنید. پس مفسدن. خب چند تا صفت شد؟ مفسدن. و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، بینا میگن ایمان بیارید، یعنی ما میدانیم شما ایمان نیاوردید، ایمان نیاوردن، بی ایمان هستن. اونا میگن که انا آمنوا کما آمن السفها، ایمان آورندگان را اینها سفیه میدانن. این هم صفت چندم؟ هفتم. هفتم. هشتم، الا انهم هم السفها، اینم خدا داده، اصل دیوانه و سفیه خودشان سفیه هست، این است. ولیکن لا یعلمون. خب و اذا لقوا الذين امنوا، وقتی که میرن با مسلمین ملاقات کنن، قالوا انا معكم، ما با شما هستیم، قالوا آمنا، بله ما با شما هستیم، ایمان آوردیم. و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم، معكم. اینا پس ریاکارن. چندمیه؟ نهمی. پس صفت اینها این است که به مسلمین میگن مؤمنین، به کفار میگن کافرین، ریاکارن دیگه. خب انما نحن مستهزئون، میگم ما مسلمین رو مسخره میکردیم. بله مسخره کننده هم هست. خدا میفرماد الله یستهزئ بهم، خدا اونها رو دست انداخته اگر این چنینه. بله و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، در طغیان هم گرفتارن. این صفت چندم میشه؟ دهم. فی طغیانهم یعمهون. بله یازده میشه. دهم میشه. دهم، اولئک الذین اشتروا الضلالت بالهدى، اینها ببینید ضلالت را گرفتن، هدایت را دادن، اینم صفت دیگر. درست شد؟ بله. مثلا هم کمثل الذی استوقد نارا، اینم یه صفت بیار. سمون صفت. بله بکم ام. بله بکمون امیون، بکمون امیون. بله
و بعد میاد که والله محیطون بالکافر، مصداق کافر هم چی؟ بله. شدن. یعنی اینا کفر خفی دارن. حالا احسن، الان چند تا صفت شد؟ 16 صفت. خب 16 صفت این قوم دارد، در رأسشون این عبارته، در رأس اون صفت اینه که میگه که خیلی عجیبه، الله یستعذ بهم، درسته؟ بله. اون وقت در طغیانشون چی؟ یعمهون. اینجا یه عبارتی داره، الا انهم، این در رأس همین هاست. بله. هم المفسدون. احسنتا. خب که توی کمی با تأنی و تأمل بریم جلو. فقط این آیه میگه خدا فرمود آگاه باشید، قطب دایره فساد اینها هستند. خب آقای بزرگان نیای عزیز، 1400 سال گذشت، تا کنون چه کسانی هستند که قطب دایره فسادند؟ اینو به ما معرفی بفرمایند. آینه یهابی، وهابی. خب معرفی. حالا کار این نیست ها، همه پله است، اصل فضا را میخوام شروع کنیم. اینها هستند، در قرآن نیستند. هستند. سوره منافقون هم هست. هست. این آیات را هم ما آوردیم، اگر اینجا پیدا کنیم همه را برای شما نخوانیم، آدرس میخوانیم. ببینید قرآن پر است. اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ، توبه. بله. 53 وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، توبه. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْزَقَنَ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، ان الله لا يهدي القوم الفاسقين، منافقین این سوره، بل اولئک هم ظالمون. این آیات که ما زیاد آوردیم اینجا 26 این صفحه است. بله. حداقل 100 تا 150 آیه، البته میگم 100 تا 150 نه، بیشتره، که اینها قطعا مخاطبشون صحابه موجود پیرامون پیغمبره. این روشنه؟ کاملا. چه گفتیم؟ در قرآن کنار پیغمبر کسانی بودن، ظالم بودن، فاسق بودن، کافر بودن، بودن در قالب چی؟ مؤمنین. مؤمنین. آقایان مناف... کل متاسفانه کل اهل سنت، این دیگه فاجعه است. نه تنها وهابیون، مرقوم فرمودن تمام صحابه عادل، کل اینها کودتا برای این آیات. این که کودتای عمر نیست، این که کودتای عثمان ابوبکر نیست، جناب وهابی مسلمان، شما بر ضد قرآن شما کودتا میکنی؟ این آیات رو میخواد چیکار کنی؟ حیف همون جناب که شما میفرمایید بهشون. خب ما اگر اجازه بدم مطلب را کاملا، بله کاملا فکر این آیاتی که خطاب به اصحاب پیغمبر هست، اینها را قطب دایره فساد معرفی کرده، شما با وجود این آیه آمدید گفتید هر کس کنار سفره پیغمبر آب دو خیار خورده کلشون عادله. مهر رضی الله این کودتای شما برای قرآن نیست، چه ربطی به ابوبکر و عمر عثمان داره؟ خود شما گرفتاری. میگم مهر رضی الله عنه سریعا پشت اسمش ختم مفسدون میکنه. اونم یه رضی الله عنه. خب اگر اجازه بفرمایید، مطلب واقعا بی نظیر هستش. از آیات قرآن بسیار شیوا، بسیار بلیغ. اگر اجازه بفرمایید یک فرصت تأملی به بینندگان عزیز و محترم بدیم، یک استراحتی هم بفرمایید تا انشاءالله ادامه بحث رو داشته باشیم. دوستان عزیز و گرامی، بینندگان محترم، با ذکر یک صلوات بر محمد آل محمد یک فاصله میگیریم و انشاءالله مجددا بحث رو ادامه میدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. سیاه‌ترین برگ تاریخ. هنگامی که عمر بن خطاب تفسیر قرآن کریم را ممنوع کرده و برای هر طالب تفسیری تعزیر و شکنجه خاصی ابداع نمود و سپس خود به خاطر تفسیر خواهی مسلمان مظلوم جناب سبیغ عراقی وی را شکنجه کرد، قرن اول اسلام با بیخبری از اسلام و تفسیر قرآن از سوی مسلمانان سپری گردید. این بیخبری از تفسیر قرآن همان فاز دوم کودتای سقیفه بود که با مدیریت شخص عمر بن خطاب
لباس تحقق پوشید. اما در فاز سوم و یا فاجعه بارترین فاز کودتای سقیفه، تدوین تفسیر برای قرآن از سوی دشمنان قرآن بود که ابن عساکر از بیان آن عاجز بوده، به طوری که تنها توانست با قلم لرزان خود در تاریخ 80 جلدی خود نیم سطر بنویسد که کانن محمد ابن کعب قرظی جلسا اون کانو من اعلم الناس به تفسیر القرآن، تاریخ دمشق، جلد 58، صفحه 112. یعنی محمد ابن کعب قرظی، این یهودی تربیت شده در دامان مکارترین عنصر صهیونیستی قبیله بنی قریظه، یعنی سلیم قرظی، برای تفسیر قرآن مسلمانان مشاورانی زبردست در پیرامون خود جمع کرده بود. اینک 1400 سال است احدی قادر به شناسایی این به اصطلاح اعلم الناس‌های نفوذی در پیرامون این یهودی قبضه کننده کرسی تفسیر قرآن در آغاز قرن دوم نشده است. آری، محمد ابن کعب قرظی به اسم تفسیر قرآن مدیریت حوزه علمیه امت اسلامی را به دستور عمر ابن عبدالعزیز نتیجه دختری عمر ابن خطاب به دست گرفت. سپس قصص اسرائیلی را طوری در قالب تفسیر قرآن تدوین نمود که بخش اعظمی از مسلمانان از تفسیر او سیستمی از حکومت اسلامی را فهمیدند که سلطنت دائمی امثال آل سعود قاتل مسلمانان محبوب ترین سیستم حکومتی تلقی گردید و برای آینده یهود، یعنی برای اسرائیل، پشتوانه قوی از داخل اسلام به وجود آورد. سرانجام محمد ابن کعب قرظی در همان حال قصه گویی در مسجد ربضه زمین دهان باز کرد، او و شاگردانش را در خود فرو برد و جهان اسلام را از وجود منحوس او راحت ساخت. ان فی ذلک لذکرا لأولی الالباب. عرض سلام و ادب مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. خب حاج آقا، خدمت شما مجددا سلام عرض میکنیم، هرچند در خدمت شما هستیم و استفاده میکنیم از بیانات جناب عالی. آیات 8 تا 20 سوره بقره رو تلاوت فرمودید و تقریبا تعبیر کردید و در مورد اونها صحبت کردید و صفات منافقین رو از داخل این آیه در آوردیم، 16 صفت رو برای اونها نام بردیم. باز هم در این رابطه چه دارید که انشاءالله ما استفاده ببریم از معلومات جناب عالی؟ ببینید، من یک آدرس کلی به شما بدم. شرح ابن عبدالحدید، جلد 10، صفحه 214، همین مطلب به صورت مفصل آمده، شما بایستی تفسیرش اونجا بخوانید. من متن را باید بخوانم، چون اگر نقل بکنم شاید کسی قبول نکنه. چی میخواد بگه؟ میگه بخشی از صحابه های پیغمبر جنایتکار بودن، سنی نوشته اینا. بخشی از صحابه پیغمبر فاسد بودن، جائر بودن، ظالم بودن، منافق بودن، همین به قول امروز کپی شد در صحابه های علی بن ابی طالب. اون وقت تشابه علی بن ابی طالب با رسول خدا را در ارتباط با صحابه نمیدونم 20 و چند تا من یادداشت کردم، حالا 20 تاش اینجا موجوده. میگه رسول خدا با علی بن ابی طالب در 20 تا مطلب یکی بودن. این آقای سنی نوشته ها. بله. اونم از آقای نقیب، باید بگم استاندار و رئیس بصره. خب عبارتش اینه: اینه لا فرق عند من قرأ السیرتین. میگه کسی که سیره هر دو بزرگوار را، رسول خدا و علی ابن ابی طالب را بخواند، هیچ فرق بین این دوتا چی؟ نمیبینه. سیرتون للنبی و سیاست اصحابه ایام حیاته.
بین سیره پیغمبر و سیاست اصحابش در زمان حیات پیغمبر بله. و بین سیرت امیر المؤمنین علیه السلام عبارت یک سنیست بله. و سیاست اصحابه ایام حیاته، رسول خدا در حال حیات اون سیلی که از صحابه خورد همون سیلی را صحابه علی به علی زد. فکما ان علی لم یزل ام بله فکما ان علی لم یزل امره مضطربا معهم بالمخالفه والعصيان والحرب الى اعدائه وكثره الفتن وكثره الفتن والحروب فكذلك كان للنبي كان النبي لم يزل مملوا بنفاق المنافقين واذاهم واذاهم ببخشید بله. وخلاف اصحابه عليه وحرب بعضهم الى اعدائه وكثره الحروب والفتن. حالا میگه دو سیره پیغمبر را بخوان و زندگی نامه علی را بخوان سلام الله علیه ما، تفاوتی بین این دو هیچ تفاوتی نیست. صحابه های پیغمبر همیشه در چی بودن؟ در اختلاف بودن، اضطراب بودن، بل مخالفه مضطربن، بل مخالفه با پیغمبر مخالفت میکردن بله. ول عصیان اسیان دست، یعنی تخلف میکردن از دستورات پیغمبر. ول حرب الى اعدائه یعنی چه؟ فرار میکردن، وابسته دشمنان پیغمبر میشدن، پناه میبردن به همین صحابه که آقایان وهابیون عادل میدونن اینا رو بله. و کثرت الفتن والحروب بین اصحاب فکذالک، اونم همینطور بود، هم رسول خدا هم علی ابن ابی طالب. میگه علی این چنین بود فکان نبی کذالک، اگر نبی این چنین بود علی هم اینطوری بود، اگر علی اینطوری بود رسول خدا هم اینطوری بود. لم یزل مملوون به نفاق المنافقین، اون عبارت های بالا راجع به علی بن ابی طالب بوده، اگر ناقص خونده باشن فکان علیان لم یزل علیان ها امره مستربن. اینجا میگه کان نبی لم یزل مملوون بله فهمیدید اصحابشون به نفاق المنافقین. کل علمای اهل سنت فرمودن تمام صحابه پیغمبر همین منافقین هم که صحابه بود چی هن؟ عادلن بله. این دشمنی با کیه؟ اصلا شما یه ضرب در بکش در کره زمین شیعه وجود نداره، شما هستید. دوستیه با دشمن پیامبر یعنی دشمنی با پیامبر. آره خواهم بگم آقا اصلا ما رو شما فرض کنید اصلا خدا نیافریده، فکری به نام شیعه نیست بل. شما به آینه نگاه کن، اونجا نوشتی درست. اهل سنت نوشتن مثل آقای ابن ابی الحدید نقیب بصره رفیقیشون نوشته است که لم یزل مملوون به نفاق المنافقین، این عادلن و آزاهم و خلاف اصحاب علی، مخالفت میکرد صحابه با پیغمبر اسلام. و حرب یا حرب بعضهم الى یا حرب اعضاهم عطفه الى اعدائه و کثرت الحروب و الفتن. توجه کردید؟ بله. پس این فتوا چیه؟ شما گفته صحابه عادله، اصحابی کن نجوم به ایه مقتدیتون و مقتدیتون از پیامبر حدیث جعل میکنید. عبارت رو ببین، و کان یقول ابو جعفر ابن ابی زید حسنی نقیب بصره، میگه این چونی میگفت این آقای عالم، الست تر القرآن العزیز مملوون به ذکر المنافقین و شکوا منهم. میبینی قرآن، نمیبینی قرآن پر است از خطر منافقین؟ که قرآن گفته است مواظب باشید و قرآن شکایت کرده از منافقین بله. و تعلم من عزاهم له علیه السلام، یعنی رسول خدا هشدار داده اینها به پیغمبر خطر میرسانند، کما ان کلام علی مملو به شک و من منافق اصحابه و تعلم من عزاهم له. علی هم فریاد کشید صحابه خانه اسلام را خراب کردن، صحابه من بله. پیغمبر هم اونطوری قرآن میفرماید صحابه خانه اسلام را چی خراب کردن. ببینید حضرت موسی چی گفته، میگه بابا بگم این جمله رو ناقص نگذارم، قرآن میگه خانه اسلام موسی را صحابه طوری خراب کرد، آخر آمد نشست گفت لا یا رب انی لا املک الا نفسی و اخی ف
تفرق بیننا و بین القوم الفاسق، غیر از من و هارون کسی دیگه باقی نمانده، کل صحابه. وهابیون یک ژست خوبی میگیرن، آقا آقایان، آقایان هم نمیگن، رافضی ها، اخوندهای لا مذهب با رافضی چی میگن؟ آقا بفرمایید چی میگن؟ میگن پیغمبر اسلام صحابهشون شکست خورده، نتوست صحابه را هدایت کنه. یقین منو ول کن، حجت قرآنه. بله، قرآن گفته یک ظهور دارید یک نزول. در سوره نور مگر نفرموده روزی پیروز خواهد شد؟ سوره قصص نفرموده روزی پیروز خواهد شد؟ قرآن میگه دین در حین نزول گرفتار میشه، پیغمبران گرفتار شدن، اما دین مانند بذره کاشته میشه بعدن ظهور میکنه. پس همیشه اگر نبوده 99% این طوری بوده، انبیا ابتدا شکست میخوردن، عقلها بعد از انبیا ارزیابی میکردن، مجددن دین ظهور میکرد. پس بنابراین موسی هم شکست نخورده، عیسی هم شکست نخورده، رسول خدا هم شکست نخورده. عجله کردید، شما میخواستی در بهار درو بکنی. اما صبر کن، کفر در پاییز از بین میرود و العاقبت للمتقین. اما شما چی؟ اون طرف چی؟ قطع دابر الذین ظلموا. قرآن میگه بریده شد عاقبت ظالمین، از اون طرف فرمود عاقبت مال متقین. شما میخوای در سر اسلام، در رأس اسلام پیروزی خلق کنی بر خلاف مشی قرآن؟ که نمیخوام پذیر نیست. بله، پس بنابراین اسلام شکست نخورده، پیغمبر اسلام شکست نخورده، برنامه این چونین از شکل حرکت اینه، ظهور اسلام که شد میلیون ها سال اسلام در دنیا حکومت خواهد کرد. احسنت، بسیار عالی و ممنون. دقیقا همینطور که شما فرمودید، اگر واقعا خیلی سطحی بخوایم به قضیه بعثت پیامبر نگاه کنیم و این واقعه رو همطور که شما فرمودید یک واقعی بگیریم که در همون روزی که اجرا شد، در همون روز هم کلی اصحاب و صحابه 100% دور پیامبر بخوان جمع بشن و پیروزی نهایی کسب بشه، این تفکری واهیست. چرا؟ چون با مطالعه اندکی در تاریخچه عرب قبل از بعثت پیامبر، جوی که در اون زندگی میکردن و فضایی که در اون پیامبر به بعثت رسید، کاملا میشه متوجه شد که هدایت کردن این مجموعه از انسانهایی که افتخار میکردند به زنده به گور کردن دختران خودشون، مسئله ای نیست که بخواد در طی یک سال، دو سال، ده سال یا 20 سال اتفاق بیفته. و دقیقا طبق فرمایش جناب عالی، بذریست که باید کاشته بشه تا بعد از اون بیایند و آبیاری بکنند و بعد از اون این بذر تبدیل به نهال بشه و انشالله ثمر خودش رو بده. کما اینکه ما میبینیم همکنون و در طول تاریخ، اساتید، علما و فضلایی با مطالعه دقیق تاریخ پیامبر، مطالعه دقیق قرآن، تونستن همین اطلاعات درست و ناب رو استنباط بکنن و خدمت به بشریت و خدمت به دین مبین اسلام کنند. من واقعا به شخصه استفاده کردم از فرمایشات جناب عالی و بسیار راهگشا بود و کاملا فکر میکنم مشخص داره میکنه که سقیفه اتفاقی نبود که در 1400 سال پیش بیفته و بعد از اون دیگه تموم بشه و الان ما بیایم بشینیم دور هم بریم که آقا یک اتفاقی 1400 سال پیش افتاد و الان دیگه مشکلی نیست. دنبال مشکل نیستیم، ما دنبال درست کردن مشکل هستیم، دنبال مشکل سازی نیستیم، دنبال برطرف کردن مشکل هستیم، دنبال این هستیم که راه سره از ناسره مشخص بشه و انشالله با این تبیین ها، با این خدمتون عرض بکنم روشنگری ها، انشالله بتونیم حداقل به کمترین وظیفه خودمون در این زمینه عمل کرده باشیم. تقریبا 2 دقیقه دیگه تا پایان برنامه وقت هست. شما به عنوان حالا خاتمه این برنامه که داریم در این برنامه، در این جلسه، اگر مطلبی هست خدمت بینندگان بفرمایید که بفرمایید، اگر نه که ان شاءالله
یک جمله عرض کنم که چرا شأن نزول سوره کوثر را دزدیدن. بله. هیچ عالمی نمیداند کجا نازل شده. بعد از سالها تحقیق دیدم خود اهل سنت لو دادن بغل آیه ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله و قد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکن عظیما. یهودیان حسادت نکنن، دیگران حسادت نکنن، من خدا کتاب را، قرآن را، حکمت و سنت را و ملک، ملک یعنی امامت را دادم به آل ابراهیمی که کتاب و سنت دادم. آیه نازل شد چی؟ اینا اعتینا کل کوثر. کوثر کی؟ یا رسول الله، حافظ ملک عظیم از نسل ادامه دار میشه. کسی که نسلش ابتره، ملک عظیم یعنی ملک طویل. بله. درست؟ چه کسی عقیم بود؟ عایشه. چه کسی ابتر بود؟ رقبای حضرت زهرا، اونا که رقابت میکردن. خب چرا دزدیدید این شأن نزول را؟ برای یک آیه در سوره مبارکه، دقت کن این تعبیر، یک آیه در سوره مبارکه فاطر 1000 شأن نزول نوشتن، 1000 تفسیر. اما در رابطه با این سوره یک روایت باقی نمانده. کجا؟ آیا مکیست؟ آیا مدنیست؟ چون دشمن کوثر بودن تا معلوم نشه کوثر کیست. احسن، خیلی ممنون و متشکرم. خب بینندگان عزیز و گرامی، امیدوارم که تا به این لحظه از برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه و انشالله استفاده کافی و وافی رو از مطالب ارزنده‌ای که کارشناس محترم علامه آیت الله موسوی زنجانی ارائه فرمودند برده باشید. ما هم بیش از این مصدق اوقات شما نمیشیم. انشالله موضوعات این برنامه رو به دقت مرور بفرمایید در ذهن خودتون. اگر هم مایل بودید میتونید از طریق یوتیوب برنامه رو مجددا ببینید و اون رو مجددا دنبال بکنید. به امید خدا تا برنامه دیگه، شما رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون. احسنتون، خیلی ممنون.